در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست، کتاب سوم، طرف گرمانت دو، راوی محمد حسنپور، قسمت 48. دوک به تنهایی در کتابخانه‌اش مرا پذیرفت. هنگام ورودم مرد کوچک اندامی با موی یک سر سفید، ظاهر فقیرانه، کروات کوچک سیاهی از آن گونه که دفتردار کومبره و چندین تن از دوستان پدر بزرگم می زدند، اما از ایشان خجالتی تر بیرون آمد و سلام و کرنش مفصلی به من کرد و هرچه کردم حاضر نشد پیش از گذشتن من از پله ها پایین برود. دوک از کتابخانه داد زد و چیزی به او گفت که نفهمیدم و او در پاسخ دوباره برای دیوار بلند کرنش کرد. چون دوک او را نمی دید. کرنشی بی پایان و بیهوده، چون لبخندهایی که آدمها پشت تلفن می زنند. صدای تیزی داشت و دوباره با چابلوسی بازاریواری برایم کرنش کرد. همین شد که یک بازاری اهل کومره باشد. بس که سر و وضع شهرستانی، قدیمی و بی آزار مردمان معمولی و پیران ساده آنجا را داشت. وقتی وارد شدم، دوک گفت: آریان به زودی میاد. بنا سوان بیاد و نمونه های بررسیش درباره سکه های سرکمال تو براش بیاره. از اونم بدتر، یه عکس خیلی خیلی بزرگ که دو طرف اون سکه ها رو نشون میده. بنابراین آریان بهتر دید که اول بره لباس بپوشه تا بتونه تا وقت رفتن به مهمونی باهاش باشه. خودمون اونقدر اسباب و اساسیه داریم که نمیدونیم کجا بذاریم. موندم معطل که این عکس گنده رو کجا جا بدیم. اما زنی دارم که زیادی تعارفیه. زیادی تو فکر خوشایند دیگرانه. فکر کرده کار خوبی میکنه که اگه از سوان بخواد تصویر همه سران این سلکو که سوان مدالاشو تو رودس پیدا کرده همه رو کنار هم براش بیاره تا نگاه کنه. به شما گفتم مالت، اما رودسه، همون سلک سنجان اورشلیم. فقط به این خاطر به این چیزا علاقه نشون میده که سوان داره روش کار میکنه. خانواده ما از نزدیک با این دم و دستگاه رابطه داره. حتی همین امروزم برادرمو که میشناسین، یکی از بزرگترین مقامای سلک مالته. اما اگه من درباره این چیزا با اوریان حرف میزدم، حتی گوشم نمیداد که ببینه چی میگم. در حالی که چون سوان بررسیایی درباره شوالیهای پرستشگاهی کرده که دنبالش به شوالیهای رودس کشیده که همون جانشینای پرستشگاهی‌ها هستن، خانم میلش کشیده که قیافه‌های این شوالیه‌ها رو ببینه. در ضمن باور نکردنیه که آدما چه عشقی به مطالعه درباره مذهبای غیر از مذهب خودشون دارن. این شوالیه ها در مقایسه با لوزینیانا که شاه قبرس بودن و ما نواده های مستقیم اوناییم خیلی ریزه میزه بودن. اما تا حالا سوان توجهی به لوزینیانا نشون نداد و ریان هم هیچ علاقهی به اونا نداره. نتوانستم دلیل رفتنم را زود به دوک بگویم. برخی خیشان یا دوستان، چون مادام دوسیلیستری و دوشس مونروز به دیدن دوشس آمدند که اغلب پیش از شام مهمان میپذیرفت و چون او را ندیدند اندکی پیش دوک ماندند. اولین آن خانم ها پرنسس دوسیلیستری جامعی ساده پوشیده، خشک بود اما زن خوبی به نظر می آمد. عصایی به دست داشت. اول ترسیدم که نکند زخمی شده یا فلج باشد، اما خیلی هم چالاک بود. با غصه درباره یک پسر عمه دوک حرف زد که نه از گرمانت ها اما از خاندانی از ایشان هم برجسته تر بود، اگر این شدنی باشد. گفت که بیماریش که از مدتی پیش دوچارش بوده ناگهان وخیم شده است. اما روشن بود که دوک با همه دلسوزی که درباره خویشاوندش نشان می داد و پیاپی می گفت: تفلک ماما چه پسر خوبیه. بیماری او را وخیم نمی داند. در واقع آن شب به مهمانی می رفت که سرگرمش می کرد. از جشن بزرگ خانه پرنسس دو گرمانت بعدش نمی آمد. اما به ویژه در ساعت 1 بعد از نیمه شب باید با همسرش به مهمانی بزرگ رقصی با لباس مبدل می رفت که لباسهایشان اولوی 11 و همسرش ایزاب و دوباویر هر دو آماده بود. و عزم دوک این بود که نگذارد بیماری آمانین دوسموند عزیزش آن چند برنامه خوشگذرانی را خراب کند. سپس دو خانم عصاب دست دیگر، مادام دو پلاساک و مادام دو ترم، هر دو دختران کانت دو برکینی به دیدن بازن آمدند و گفتند که حال پسرم ماما دیگر جای امیدی باقی نمی گذارد.
دوک شانه‌ای بالا انداخت و برای اینکه موضوع بحث را عوض کند از آن دو پرسید که به مهمانی ماری ژیلبر می روند یا نه. گفتند که نه، چون آمانین در حال احتضار است و حتی خبر دادند که به مهمانی شامی که دوک آن شب می خواست برود نمی روند و مهمانان آن را برای دوک برشمردند که برادر تئودوس شاه و ماری کنسپسیون خواهر پادشاه اسپانیا از آن جمله بودند. از آنجا که خیشاوندی مارکی دوسموند به بازن نزدیکتر بود تا به آن دو، خودداریشان از رفتن به مهمانی به نظر دوک نوعی انتقاد غیر مستقیم از رفتار خودش آمد و به ایشان بیمهری نشان داد. از این رو دو خواهر که نامهایشان والپروژ و دوروته بود، گرچه از بلندی‌های ساختمان برکینی برای دیدن دوشس پایین آمده بودند یا بیشتر برای آن که از حال وخیم خیشاوندشان به او خبر دهند و بگویند که رفتنشان به جشن و مهمانی صلاح نیست، خیلی نماندند. عصاهای کوهنوردیشان را برداشتند و راه پر از شیب قله‌شان را پیش گرفتند و رفتند. هرگز به فکرم نرسید از گرمانت‌ها درباره مفهوم آن عصاهای بسیار رایج در بخشی از فوبور سن ژرمن بپرسم. شاید چون همه آن حوزه را ملک خود می‌دانستند و کالسک سوار شدن را خوش نمی‌داشتند، بسیار پیاده می رفتند و برخی پاشکستگی های قدیمی ناشی از شکار بیش از اندازه و پیامت هایی که اغلب دارد، یعنی افتادن از اسب یا فقط روماتیسم ناشی از رطوبت ساحل چپ رود سن و کاخهای قدیمی، عصا را برای پیاده رویشان ضروری می کرد. شاید هم برای چنان راهنوردی دوردستی از خانه بیرون نیامده بودند، بلکه فقط سری به باغچه‌شان نه چندان دور از باغچه دوشس زده بودند تا برای کمپوت میوه بچینند و در راه بازگشت به خانه آمده بودند تا به مادام دو گرمانت سلامی بکنند، که البته بنا نبود آب پاش و قیچی باغبانی هم به دست داشته باشند. دوک از اینکه در همان روز اول بازگشتش به خانهشان رفته بودم به نظر خوشحال آمد، اما چون گفتم که آمدم از همسرش بخواهم که از پرنسس بپرسد آیا مرا به راستی دعوت کرده یا نه، چهرهش در هم رفت. دست به نقطه حساسی گذاشته بودم و کاری از آقا و خانم دوگرمانت می‌خواستم که هیچ خوش نداشتند. دوک در پاسخم گفت که دیگر دیر است و اگر پرنسس دعوتی برایم نفرستاده باشد، پرسش دوک از او حالت درخواست دعوت را خواهد داشت و گفت که پرنس و پرنسس یک بار یک چنین درخواست او را رد کرده بودند و او دیگر نمی‌خواهد به هیچ ترتیبی این احساس را بدهد که به کار مهمانان ایشان کار دارد و دخالت بیجا می کند و گفت که حتی معلوم نیست خود او و خانومش که جایی دعوت داشتند از آنجا یک راست به خانه خودشان بر نگردند، که در این صورت بهترین بهانهشان برای اینکه به جشن پرنسس نروند این است که برگشتنشان را به پاریس از او پنهان کنند. البته اگر این مسئله در میان نبود، بیدرنگ به او خبر می دادند و درباره من برایش یادداشتی می فرستادند یا به او تلفن می کردند، که البته به هر حال وقت گذشته، چون شکی نیست که سیاهه مهمانان پرنسس در هر صورت قطعی شده است. به حالتی آمیخته بزن به من گفت با پرنسس که بد نیستیم. چون گرمانت ها همواره می ترسیدند که از آخرین کدورت ها خبر نداشته باشند و آدم بخواهد ایشان را وجه المصالحه کند. و سرانجام از آنجا که دوک عادت داشت همه ی تصمیم های نچندان خوشایند را به گردن خودش بیاندازد، ناگهان به حالتی که فکری تازه به ذهنش رسیده باشد به من گفت آها، میدونید جانم، دلم میخواد حتی به اوریان نگم که شما این رو به من گفتین. میدونید که چقدر اهل تعارفه، از شما بی نهایت خوشش میاد، در نتیجه سعی میکنه علی‌رغم همه چیزایی که من میگم برای پرنسس پیغام بفرسته و اگه بعد از شام خسته باشه دیگه بهونه‌ای براش نمیمونه و مجبور میشه به جشن پرنسس بره. نه، درست همینه، بهش نمیگم. در ضمن به زودی پیداش میشه. خواهش میکنم حتی یک کلم هم در این باره بهش نگین. اگه تصمیم گرفتین که به اون مهمونی بیاین، احتیاجی به گفتن نداره که بودن با شما در اونجا فوق‌العاده مایه خوشبختی ماست. انگیزه های بشری چنان مقدسند که در هر کجا که نام آنها به میان آید، شنونده چه صادقانه بداندشان و چه نه، ناگزیر از سر فرود آوردن است. نخواستم این احساس را بدهم که حتی برای یک لحظه دعوت خودم را با خستگی احتمالی مادام دو گرمانت همسنگ می دانم و قول دادم که نگویم آن روز برای چه به خانهشان رفتم، درست به حالتی که انگار هیچ نفهمیده باشم
که آقای دوگرمانت مرا بازی داده است. از دوک پرسیدم که آیا این امکان هست که مادام دوستر ماریا را در خانه پرنسس ببینم و او به حالتی خبروار گفت نه پسرم، نه. این اسمی که میگی میشناسم، چون تو دفترهای باشگاه دیدمش. اما اینا به هیچ وجه از قماش آدمایی نیستن که خونه ژیلبر میرن. آدمایی که اونجا میبینین همه زیادی صاف و صوف و خیلی هم کسل کننده. دوشسایی با عنوانایی که فکر میکرده دیگه منقرض شده باشن و دوباره به مناسبت بیرونشون کشیدن. همه سفرا، خیلی از کبرا، ولو حضرتای خارجی و کسایی از این قبیل. اما استر ماریا اصلا حرفش هم نزنین. ژیلبر حتی از شنیدن این که همچین چیزی به ذهنتون رسیده ممکنه مریض بشه. راستی شما که از نقاشی خوشتون میاد، باید تابلوی محشری رو نشونتون بدم که از خیشاوندم خریدم. تا اندازه‌ای در عوض کارهایی از الستیر که واقعا ازشون خوشم نمیاد. به عنوان یه کار فیلیپ دو شامپانی به ما فروختن. اما فکر میکنم مالی یه نقاش از اینم مهمتر باشه. میخواین نظر خودم رو بگم؟ فکر میکنم مال ولاسکز باشه. اونم مال بهترین دورش. این رو گفت و چشم به چشمانم دوخت. یا برای اینکه شگفتیم رو ببیند یا برای آنکه به آن دامن بزند. نوکری آمد. خانم دوشس میفرمان از جناب دوک پرسیده شه که جناب دوک آقای سوان رو میپذیرن یا نه؟ چون خانم دوشس هنوز آماده نیستن. دوک نگاهی به ساعتش انداخت و با دیدن اینکه هنوز چند دقیقه وقت دارد تا برود و لباس بپوشد گفت آقای سوان رو راهنمایی کنین. خب بله دیگه، زنم بهش گفته بیاد، خودش حاضر نیست. لزومی نداره که از مهمونی ماری ژیلبر چیزی به سوان بگین. نمیدونم دعوت داره یا نه. ژیلبر ازش خیلی خوشش میاد، چون فکر میکنه نوه نامشروع دوک دوبریه که خودش کلی طول و تفصیل داره. وگرنه ژیلبر آدمی که از 100 متری جهود ببینه غش میکنه. اما الان با این قضیه دریفوس وضع از اینم بدتر شده. سوان باید اینو بفهمه که بیشتر از هر کسی باید رابطه‌شو با همچین آدمایی قطع کنه، در حالی که برعکس همش حرفای نابجا میزنه. دوک نوکر را فرا خواند تا ببیند آن دیگری که به خانه مارک دوسمونت فرستاده بود برگشته یا نه. در واقع طرح دوک این بود. چون به درستی نمی‌دانست که پسر عمه‌اش در حال مردن است، می‌خواست از او پیش از مرگش، یعنی پیش از سوگواری اجباری خبر بگیرد. و چون رسماً مطمئن شد که آمانین هنوز زنده است، با خیال راحت به مهمانی شام، جشن پرنسس و مراسمی برود که در آن به لباس لویی 11 در می‌آمد و از همه شیرین‌تر قرار دیداری با معشوقه تازه‌اش داشت و دیگر از آمانین خبر نگیرد تا فردا که خوشگذرانی‌ها به پایان رسیده باشد. آنگاه اگر پسر عمه شب درگذشته بود، سوگواری را آغاز می کردند. خیر جناب دوک، هنوز بر نگشته. لعنت بر شیطون. توی این خونه همه کارا با تأخیر انجام میشه. نگرانی دوک از این بود که آمانی نامردی نکرد و درست در وقتی غزل خداحافظی را خوانده باشد که خبرش به روزنامه های عصر برسد و مهمانی او منتفی بشود. گفت لوتان را بیاورند که در آن خبری نبود. چندین سال می شد که سوان را ندیده بودم. یک لحظه از خودم پرسیدم که آیا در گذشته سبیلش را نمی تراشید یا موهایش را کوتاه نمی زد؟ چون به نظرم آمد که قیافش فرق کرده است. اما حقیقت این است که او در واقع خیلی فرق کرده بود. چون بسیار بیمار بود و بیماری چهره آدم را دچار همان دگرگونی های ژرف زمانی می کند که آدم ریش می گذارد یا فرق سرش را از طرف دیگر باز می کند. بیماری سوان همانی بود که مادرش هم از آن مرده و درست در همان سن سوان به آن دچار شده بود. زندگی های ما بر اثر توارث در واقعیت هم آنچنان آکنده از تلسم و تقدیر و اعداد سری است که انگار به راستی جادو و جنبل وجود دارد و از آنجا که بشر در کل طول عمر مشخصی دارد، خانواده ها نیز در میان خود، میان اعضایی که به هم شبیهند، سنهای همسان دارند. سون با برازندگی خاصی لباس پوشیده بود که چون برازندگی همسرش اوی امروزی را با اوی گذشته ها همخوان می کرد. بالا پوش چسبان خاکستری بسیار روشنش او را بلند بالاتر و چالاکتر می نمایانید. دستکش سفیدی با راه راه سیاه به دست داشت. کلاه استوانه ایش از آن نوع پهنی بود
که دولیون فقط برای او پرنس دو ساگان، آقای دو شارلوس، مارک دو مودن، آقای شارل هاس و کنت لوی دو تورن می دوخت. در شگفت شدم از اینکه در جواب سلامم لبخندی بسیار دوستانه زد و دستم را به گرمی فشرد، چون گمان می کردم که پس از آن همه سال مرا زود نشناسد. شگفتیم را به او گفتم. در پاسخم قهقهه‌ای زد. کمی دلگیر شد و دوباره دستم را فشرد. انگار که با این گمان که مرا نشناخته باشد در سلامت کامل عقل و در صداقت عاطفه‌اش شک کرده بودم. اما واقعیت همین بود. بعدها دانستم که پس از چند دقیقه و آن هم با شنیدن نامم توانسته بود مرا بشناسد. اما در چهره‌اش، در گفتارش، در چیزهایی که به من گفت هیچ تغییری به چشم نیامد که نشان دهد هویت مرا با شنیدن حرفی از آقای دوگرمانت به یاد آورده است. بس که در کاربست شیوه های زندگی محفلی و اشرافی مهارت و به خود اعتماد داشت. در رفتار و ابتکارهای شخصیش، حتی در شیوه لباس پوشیدنش، همان بلبداهگی را داشت که ویژه گرمانت ها بود. بدین گونه بود که سلام آن پیر باشگاهی بیان که مرا شناخته باشد، حالت سرد و خشک سلام یک اشرافی صرفاً ظاهرگرا را نداشت، بلکه سلامی آکنده از خوشرویی واقعی و لطف حقیقی بود. همچون سلامی که مثلاً از دوشست دو گرمانت دیده می شد که در برخورد با آدم حتی پیش از آن که به او سلام کرده باشی به تو لبخند می زند. در حالی که سلام کردن خانم های فوبور سن ژرمن به عادت ماشینوار بود. به همین گونه بود کلاهش که بنا به عادتی که رفته رفته منسوخ میشد آن را کنار پایش به زمین گذاشت. کلاهش آستری از چرم سبز داشت که دیگر باب نبود، اما او میگفت که خیلی دیرتر چروک میشود، در حالی که در حقیقت خیلی برازنده بود.